leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. تمام دانشمندایی که تو زمینه‌های مختلف کارهای علمی کوچیک و بزرگی انجام دادن مثل ستاره‌هایی بودن که تو آسمون سیاه زندگی ما انسان‌ها درخشیدن. به آسمون شب هم وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بعضی از ستاره‌ها پرنورتر از بقیه‌ان. آلبرت اینشتین یکی از همین ستاره‌ها بود. تفکرات و خیال‌پردازی‌های اینشتین جوری دید ما به دنیا رو تغییر داد که دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد. در حدی که بعد از این همه سال هنوزم اسمش گره خورده به هوش و استعداد. یعنی وقتی که می‌خوایم به یه کسی نسبت باهوش بودن بدیم بهش میگیم اینشتین. تو این قسمت از سری زندگی قول‌ها با من باشید تا زندگی آلبرت اینشتین، فیزیکدان معروف، رو با هم بررسی کنیم و سعی کنیم یه چیزایی ازش یاد بگیریم. آلبرت اینشتین سال 1879 تو شهر اولم که جنوب غربی آلمانه توی خانواده که از یهودی‌های اشکنازی بودن به دنیا اومد. پدرش هرمان اینشتین یه تاجر و کارآفرین بود و مادرش هم یه زن خانه‌دار بود به نام پاولین کوخ. بعد از به دنیا اومدنش خانواده‌اش مهاجرت کردن به شهر مونیخ. یه سال بعد از آلبرت خواهرش مایا به دنیا اومد. تو مونیخ پدرش و عموش یه کسب و کار کوچیک راه انداختن و بعدش هم شروع کردن به تولید لوازم الکتریکی. مادرش که خیلی به موسیقی علاقه داشت و پیانو می‌زد، تشویقش کرد به یادگیری موسیقی. برای همین از بچگی شروع کرد به ساز زدن. وقتی که 15 سالش بود کسب و کار پدرش از رونق افتاد و خانوادش مجبور شدن که به ایتالیا مهاجرت کنن، اما خودش همونجا تو مونیخ مون تا درسش رو تموم کنه. تو ریاضیات یه نابغه کامل بود، در حدی که تا 12 سالگی جبر و هندسه رو یاد گرفت، بعد تا 14 سالگی هم رو حساب دیفرانسیل و انتگرال مسلط شد. جالب این که بیشترش هم خودش به صورت خودآموز یاد گرفت. وقتی که 15 ساله شد، قبل از اینکه درسش تموم بشه، رفت به شهر پاویا تو جنوب ایتالیا که خانوادش داشتن اونجا زندگی میکردن. یه سال بعد تو آزمون ورودی دانشگاه صنعتی زوریخ که یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیاست شرکت کرد. تو این آزمون نمرات درس‌های ریاضی و فیزیکش به شدت عالی بودن، اما در عوض نمرات درس‌های عمومیش زیاد خوب نبود. برای همین 2 سال فرستادنش به یه مدرسه تو شهر آراو سوئیس تا درسای باقی مونده رو تموم کنه. اونجا معلمش به نام یوست وینتلر آموزشش میداد و آلبرت هم تو خونه همین معلمش زندگی میکرد. همین ارتباط نزدیک باعث شد که به دختر وینتلر یعنی ماری وینتلر علاقمند بشه. بعد از 2 سال که دبیرستان رو با نمرات عالی تموم کرد، وارد همون دانشگاه صنعتی زوریخ شد. اینجوری شد که از عشق اولش جدا شد و یه مدتی هم با هم نامه‌نگاری میکردن، ولی خب ارتباطشون کم کم ضعیف شد. تو دانشگاه با یه دختر صربستانی به نام میلوا ماریچ که اونم فیزیک میخوند آشنا شد و به هم علاقمند شدن. از اون به بعد زمان زیادی رو با هم دیگه صرف تحقیق و مطالعه روی فیزیک میکردن. 3-4 سال بعد اینشتین فارغ التحصیل شد و افتاد دنبال پیدا کردن کار. خودش علاقه داشت تو دانشگاه تدریس کنه، اما بعد از 2 سال جستجو در نهایت تونست یه کار سطح پایین توی اداره ثبت اختراعات شهر برن سوئیس پیدا کنه و مشغول کار بشه. بعدن از روی نامه‌هایی که اینشتین و میلوا برای هم فرستاده بودن مشخص شد که همین زمان‌ها، یعنی سال 1902 وقتی که اینشتین 23 سالش بوده، صاحب یه دختر بچه میشن به نام لیزرل که خیلی سرنوشتش مشخص نیست. یه سال بعد یعنی سال 1903 با هم ازدواج کردن و سال بعدش هم دومین بچهشون به دنیا اومد که یه پسر بود به نام هانس آلبرت اینشتین. سال 1905 معروف به سال طلایی اینشتین. اینجا 26 سالش بود و تونست دکترای فیزیک خودش رو از دانشگاه زوریخ بگیره و 4 تا مقاله انقلابی هم منتشر کنه. این 4 تا مقاله علاوه بر اینکه دنیای علم رو متحول کردن، زندگی خود اینشتین هم از این رو به اون رو کردن. نظر یه عده اینه که زنش میلوا نقش خیلی پررنگی داشته توی نوشتن این مقاله ها، اما اینشتین هیچ وقت هیچ حرفی از این قضیه نزده. یعنی میگن بیشتر کارو میلوا ماریچ که خودش یه دانشمند و فیزیکدان بزرگ بوده انجام داده، اما اینشتین این کشفیاتو به اسم خودش مصادره کرده. برای اثبات نظرشون هم از نامه‌های اینشتین و میلوا استفاده میکنن. یه عده‌ام با این نظر مخالفن و باز به استناد به همون نامه‌ها دلیل میارن که میلوا نقش مهمی تو این مقاله‌ها نداشته. اما یه موضوع جالب اینه که سال 1919 که اینشتین و میلوا از هم جدا میشن،
قرار میذارن که اگه اینشتین به خاطر این کشفیات جایزه نوبل رو برد، بخش نقدی جایزه رو بده به میلوا که اینشتین هم قبول میکنه و این کار رو انجام میده. بعد از انتشار این مقاله کم کم اینشتین وارد جمع دانشمندای تراز اول جهان شد. دانشگاه مختلف براش سر و دست میشکستن و برای عضویت و سخنرانی دعوتش میکردن. سال 1910 وقتی که 31 سالش بود بچه سومش به دنیا اومد که یه پسر بود به نام ادوارد. همین سالا بود که اینشتین داشت روی یکی از بزرگترین دستاورداش کار میکرد، یعنی نسبیت عام. سال 1914 به دعوت و اصرار بعضی از دوستاش که خودشون هم دانشمندای بزرگی بودن، با زنش و بچه‌هاش از سوئیس به برلین رفت تا رئیس انجمن فیزیک امپراتوری آلمان بشه که تازه داشت تأسیس میشد. اما اینجا دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه جنگ جهانی اول شروع شد که باعث شد تشکیل این انجمن متوقف بشه. دوم اینکه زنش متوجه شد که اینشتین 2-3 ساله که با دختر خالش روابط عاشقانه داره و برای همدیگه نامه‌های عاشقانه می‌فرستن. دختر خالش السا اینشتین بود که البته تو بعضی از منابع میگن دختر عموش بوده که درست نیست، چون اینا در واقع پدراشون پسر عمو بودن. السا قبلا با یه مرد دیگه ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود. میلوا وقتی که از این ارتباط باخبر شد، دست بچه‌هاشو گرفت و برگشت به سوئیس. تا اینکه بعد از حدود 5 سال در نهایت از هم طلاق گرفتن. اینشتین و دختر خالش هم بلافاصله با هم ازدواج کردن. حدود 2 سال بعد، یعنی سال 1921، اینشتین برای اولین بار به آمریکا سفر کرد که باعث شد تأثیر خیلی خوبی از آمریکا و مردمش تو ذهنش بشینه. بعد از آمریکا به چند تا کشور دیگه مثل چین و هند و ژاپن هم سفر کرد. سال 1922 به خاطر کشف اثر فوتوالکتریک برنده جایزه نوبل فیزیک شد. قسمت نقدی جایزه هم همونطور که گفتم داد به زن اولش، یعنی میلوا ماریچ. سال 1930 با زن دومش السا برای دومین بار به آمریکا سفر کرد و از جاهای مختلفی دیدن کرد و با شخصیت‌های بزرگی مثل چارلی چاپلین ملاقات کرد. سفر اینشتین به آمریکا هر چند وقت یه بار انجام می‌شد تا اینکه سال 1933 تو یکی از همین سفرها متوجه شد که حزب نازی تو آلمان به رهبری هیتلر به قدرت رسیده و اوضاع برای یهودی‌ها خیلی خطرناک شده. حتی خونه و وسایل اینشتین هم مصادره کرده بودن و برای سرش هم جایزه گذاشته بودن. این شد که اینشتین دیگه نتونست برگرده به خونش تو برلین. برای همین چند ماه توی بلژیک اقامت کرد. بعد از اونجا به دعوت فرمانده نیروی دریایی انگلیس رفت اونجا و یه مدت هم اونجا بود. تو این مدت با چند تا از سیاستمدارای انگلیس از جمله چرچیل ملاقات کرد و ازشون خواست که به یهودی‌های داخل آلمان کمک کنن تا از آلمان خارج بشن. اینشتین تونست با مذاکراتی که با رهبرای کشورهای دیگه داشت در نهایت جون تعداد زیادی از یهودی‌ها رو نجات بده. هرچند از طرف انگلیس هم بهش پیشنهاد اقامت داده شد، اما به نظر میاد که دلش با آمریکا بود، یعنی به آمریکا علاقه بیشتری داشت. برای همین در نهایت حدود سال 1935 درخواست تابعیت آمریکا کرد و وارد دانشگاه پرینستون شد. همین سال زن دومش السا به خاطر مریضی از بین رفت. سال 1939، چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم، چند تا از دانشمندای بزرگی که به آمریکا پناهنده شده بودن داشتن سعی می‌کردن که به دولت آمریکا هشدار بدن که احتمالاً چیزی نمونده تا دانشمندای آلمان نازی به سلاح هسته‌ای و بمب اتمی دست پیدا کنن. چون حس کردن دولت آمریکا زیاد این قضیه رو جدی نمیگیره، سعی کردن حرفشون رو از طریق اینشتین بزنن تا بلکه بهتر شنیده بشه. اینشتین وقتی که از این خطر بزرگ باخبر شد، با لو زیلارد یه نامه به روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا نوشتن و توصیه کردند که دولت آمریکا باید زودتر شروع به تحقیقات در مورد ساخت سلاح‌های هسته‌ای بکنه. شاید بتونیم بگیم که همین نامه سرنوشت جهان رو کاملا تغییر داد. اینشتین بعدها مخصوصا سالهای آخر عمرش از نوشتن این نامه پشیمون بود، اما از طرفی هم نظرش این بود که نوشتن این نامه باعث شده که خطر ساخت بمب اتم از طرف نازی‌ها از بین بره. شاید اگه اینشتین این کارو نمی‌کرد و دولت آمریکا متقاعد به ساختن بمب نمی‌شد، نازی‌ها برنده جنگ می‌شدن و دنیا الان کلاً یه جور دیگه‌ای بود. سال‌های آخر زندگی اینشتین بیشتر صرف فعالیت‌های انسان دوستانه شد. البته کارهای علمیش هم ادامه داشت، اما دیگه مثل سال‌های جوونیش نظریات خیلی بزرگ و انقلابی نمی‌داد. بیشتر سعی می‌کرد که کارهای قبلی رو تکمیل بکنه. سال 1952 از طرف داوید بن گورین که یکی از بنیانگذارهای اسرائیل بود، پیشنهاد رئیس جمهوری اسرائیل بهش داده شد، اما اینشتین رد کرد. در نهایت اپریل 1955 بر اثر خونریزی داخلی
تو سن 76 سالگی توی بیمارستان از دنیا رفت. گفته میشه که با جراحی امکان نجاتش بود، اما اینشتین خودش مخالفت کرد و گفت که من سهممو انجام دادم، الان دیگه وقت رفتنه. بعد از مرگش کالبوت چکاف همون بیمارستان توماس هاروی به صورت مخفیانه مغز اینشتین رو درآورد و داخل یه شیشه نگهداری کرد. جسدش هم سوزوندن و خاکسترش رو به باد دادن. از هوش سرشار و نبوغ اینشتین که بگذریم، یه چیزی که معمولاً در موردش گفته میشه اینه که یه آدم متواضع و مهربون بود. با اینکه خدا باور بود اما در مورد ادیان به طور کلی نظر خوبی نداشت. بعد از فیزیک چیزی که خیلی بهش علاقه داشت موسیقی بود. بیشتر وقتا هر جایی که میرفت یه ویولن همراهش بود و هر وقت فرصتی میشد و پا میداد قطعه‌های معروف موسیقی، مخصوصاً آهنگ‌های موزارت رو خیلی عالی با ویولن مینواخت، جوری که اطرافیان از مهارت بالاش تعجب میکردن. خودش گفته بود که اگه فیزیکدان نمیشدم حتما موسیقیدان میشدم. یکی دیگه از ویژگی‌های خاص اینشتین خواب زیاد بود، طوری که بیشتر از 10 ساعت در شبانه روز میخوابید. حتی وقتایی که بیدار بودم چرتای کوتاه میزد. اون قضیه اتفاقا نقش خیلی پررنگی تو ایده ها و کشفیاتش داشت که خودش هم بهش اقرار کرده بود. خیلی زیاد پیپ میکشید و به پیاده روی هم علاقه زیادی داشت. یه ویژگی عجیب دیگه که داشت علاقه زیادش به زنا بود. چه زمانی که با زن اولش بود، چه زمانی که با زن دومش بود، به صورت همزمان با چند تا زن دیگه هم ارتباط داشت که هر کدوم از این ارتباطات هم یه ویژگی خاصی داشتن. البته این نظرم وجود داره که زنها هم علاقه زیادی بهش داشتن، به خاطر همین همیشه سعی میکردن بهش نزدیک شن و باهاش ارتباط برقرار کنن. نسبیت عام میشه گفت بزرگترین دستاورد اینشتین بود که سعی میکرد فضا و زمان و گرانش رو توضیح بده. اگه بخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم بحث طولانی میشه، اما به صورت خلاصه میگم که اینشتین برای اینکه ایده جهان ایستا همچنان درست باشه یه مقدار ثابت به نام ثابت کیهانی وارد معادلاتش کرد که این با مشاهدات واقعی جور در نمی اومد. تا اینکه ادوین هابل انبساط جهان هستی رو کشف کرد و اینشتین اعتراف کرد که ثابت کیهانی بزرگترین اشتباهش بوده. اشتباه دوم اینشتین برمیگرده به مکانیک کوانتوم. خود اینشتین با کشف اثر فوتوالکتریک کمک خیلی بزرگی کرده بود به مکانیک کوانتوم، اما همچنان نمیخواست ماهیت این علم جدید رو قبول بکنه که جهان کوانتوم یعنی جهان ذرات خیلی کوچیک وابسته به احتمالاته، در صورتی که الان میدونیم که این موضوع کاملا درسته. اینشتین در واقع اشتباه میکرده. بزرگترین درسی که من از زندگی اینشتین میگیرم اهمیت دادن به قدرت تخیله. اینکه به خیال پردازی هم باید به اندازه کسب علم اهمیت داده بشه. اگه اینشتین اون آزمایش‌های فرضی معروف رو توی ذهنش انجام نمیداد، شاید هیچ وقت نمیتونست چیزای جالب و مهمی مثل نسبیت خاص رو کشف کنه. اصلا به نظرم چیزی که باعث شده اینشتین انقدر خاص و متفاوت باشه همین قدرت تخیلشه. در اصل باید از تخیل به عنوان یه ابزار برای پیش بردن علم استفاده کنیم، نه اینکه صرفاً توی تخیلات خودمون گم بشیم و از واقعیت دور بشیم. اگه از این ویدیو راضی بودی لطفاً لایک فراموش نشه. نظرتو نسبت به اینشتین حتماً توی کامنتو برام بنویس. در نهایت یادت باشه که همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرس.